حس تخریب محصول حیات فعلیت نیافته است. چیه بابا؟ این شد یه چیزی. نیروهای تولیدی مصرف کالاهای تعرضی را نه این سخته حکومت تابعیست از نظام اقتصاد تولید حکومت تابعیست از نظام اقتصاد تولید حکومت تابعیست از نظام اقتصاد تولید دوست دارم دوست دارم دیروز امروز فردا همین الان همیشه گولی خانوم باز داری میری البوتی نکنه مثل من عاشقی آخه بشین یه کمی یه چیزی بخون مگه تو مسئولیت اجتماعی سرت نمیشه لابد انگلیسی هم بلد نیستی خب عیب نداره شوهرتو که مثل کوروش با سواد نیست سلام آقا خوشگلی مثل اینکه خیلی سر حالی یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه اینم با خودمون میبریم تا بریم خونه کوروش میوه هم داده هیچ میدونی کوروش داره یه کتاب تازه می نویسه من و تو و کوروش خوده جون صبح تا شب میگیم و میخندیم گوش کن ببین امروز چه چیزایی یاد گرفتم
حکومت تابعیست از از چی بود؟ از تولید نظام و اقتصاد و صنعت. به خدا این کثافت رو بالاخره خفه میکنم. خواب به جای خلبازی بذار یه خورده بخوابه. اگه حالش دوباره بد شد من دیگه بذار و بردارش نمیکنم. چرا حالش بد شه؟ مگه چی؟ برو یه خورده تو راه رو مرتب کن. دستت میشکنه به من کمک کنی؟ خب آقا خوشگله، من دیگه باید برم، کوروش منتظرمه. اجازه میدی؟ چه ماما؟ ۲۳ ۲۴ دیشب کجا رفته بودی؟ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ خیلی لاغرشه که چی بشه؟ من دلم میخواست به جای یادم ۲ تا ۳ تا ۴ تا یه عالمه بودم. نه که خیلی توفه ای؟ نه، برای اینکه انقدر خوشبختم که دلم میخواست همه جا پر از خودم بود. خودتو به اون را نزن، فکر نکن میذارم همینطوری ولو بیبند و بار بیای. خیال میکنی خبر ندارم؟ یه کاری نکن اولا بیاد. مگه تو چند تا رو داری؟ چه سال و زمونه شده خوبه والا. خانم با اجازه کی خیال بیرون دارم؟ نمیتونم جلوتو بگیرم؟ تو دیگه چرا راه افتادی؟ یلا برو تو اتاقه، زود! یلا واکن، و الا یه برای سر خودم میارم ها! تا ده میشمرم، اگه وا نکنی خودمو میکشم! تا شب باید همون تو بمونی.
ببخشین آقا، یه کتاب میخواستم. چه کتابی؟ یه کتاب مهم. مقصودم اینه که چه میدونم، یه کتاب خیلی مهم دیگه. آقا خانم، کتاب اسم داره، مال کی باشه؟ مال یه نویسنده مهم. برای خود تو میخوام؟ نه کادوه، برای یه آدم مهم میخوام. کتاب مهم برای یه آدم. این خانم خیلی مهمه. چنده؟ 75,000. یه تومن، دو تومن، سه تومن، چهار تومن، پنج تومن، شش تومن، اینم 75,000. مرسی آقا. هشت کن. بفرمی. آقا آلبان خوشک سیر چندی؟ 5,000. دو سیر بدیم. از سه خونه. چیزی لازم نداری؟ نه خیر، مرسی. آلوان خوشم. مرسی. بفرم. عجیلا رو کجا میبری خانم؟ عجیلا رو کجا میبری؟ حیام خوب چیزیه. لا 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 لا. وقتی به سن و سال تو بودم 100 تا کار بلد بودم، یه خونه رو اداره میکردم. هنوزش هم هر کس هر کاری داره میاد دست به دامن سیما میشه. الو، بده ببینم. بل... کیه؟ گوشی رو بده من. بدش من. کجایی؟ از کجا تلفن میزنی؟ کی داری حرف میزنی؟ بده ببینم. راستی سلام. بدش من. چی؟ از سر بگو، از سر. مامان ولش کن، تو که حریفش نمیشی. آخه با کیه؟ من نباید بدونم؟ با یه آدم مهم. میبینی؟ با همون مرتیکه است. دیگه کارش به اینجاها کشیده. تو رو قرآن بیا، مثل باد حاضر میشم. بیا تو کوچه دو تا بوق بزن میپرم بیرون. تو رو قرآن. نه، هیچ کس خونه نیست. مادرم رفته مسافرت. با کی پچ میکردی؟ کی؟ کی؟ همین الان پای تلفن؟ من؟ پای تلفن؟ گوش کن خانم جون، وقتشه که بازی گوشی رو بذاری کنار. یه خواستگار خوب شیرین زبونی ها رو بذار برای خونه شوهر. اقلا نمیکنه بیاد دم دست من یه خورده کار کردن یاد بگیره. غریبه ها میان التماس که دستپخت سیما رو یاد بگیرن. به کی داری میگی؟ گوشای این خانم فقط دکوراسیونه. قد تو که بودم تو تمام فامیل زبون زد بودم.
همه از صبح تا غروب میگفتن سیما سیما، اما حالا تو چی؟ داری آبروی ما رو به باد میدی. اون چیه که هر روز زیادتر میشه؟ وزن مامان جون. اگه من نبودم کی صاحب خونه میشدیم؟ همین یه خورده پس انداز بانکم که داریم بدون سیما مگه میشد؟ هر وقت این دستی اسکناس لعنتی رو میشمارم یکی دو تاش کمه، دیگه دارم شاخ در میارم. هزار جور بدبختی میکشم، وقت چی؟ خانوم نه به هم تو کار خونه کمک میکنه، نه فکر کار پیدا، نه فکر شوهر. ایوا پا شده را افتادی. برگرد تو اتاق، زود باش. پاشو برش گردون تو اتاقش. ولش کن محمود آقا، تو هم شدی کفتر باز. آقا بفرمین، بفرمین تو اتاق. برو تو اتاق بگی بخواب دیگه، انگار حلوا خیر میکنن. هی هلو که حالا بلند میشه میاد بیرون، بگی بخواب دیگه. کوروش الان میاد عقبم، اگه بخوای تو هم میتونی با ما بیای. چیه داری میخوری؟ قرصای معده‌اش. ببینم اذیتش نکن، دهن تو واکن. ببینم واکن، زود داشت توف کن. میگم توف کن دیگه، توف کن، توف کن. همه رو داشت به حسه میخورد، تو بالاخره اونو میکشی. حالا دیگه قرار مدارم میذاری؟ ماما خوشش نمیاد معطل شو. به درک خوشش نمیاد، اصلا من باید بدونم چه جور آدمیه. پاشو ببین کی اومده عقب خانم، بیارش تو. میخوای چی بهش بگی؟ هیچی جونم، میخوام بدونم کیه، چیه؟ خب معلومه کیه، شوهرمه دیگه. شوهرته؟ مثلا. مثلا یعنی چه؟ یعنی بعدن میشه، بعدن که میاد. آدم حسابیه؟ نخه، اون گدکوره پشت خرابه است. همونم به درد تو میخوره والا. بفرمی، خواهش میکنم. همه میخوان با تو آشنا بشن، از صبح منتظرت بودن. این چه بساطیه، تو که گفتی مادرت مسافرته. آره، ولی برگشت، الان اومد. بیا اول با پدرم آشنا شو. خب، چرا وایسادین تو راه رو؟ این مادرمه، این خواهرمه، اینم شوهر خواهرمه. سلام، کوروش و سینا. سلام. بفرمید. خیلی متشکرم. حالا صبر کن تا پدرمو ببینی، عاشقش میشی. بی تو قبلا ذکر خیرتونو کردی. خیلی متشکرم. جناب علی، خیلی وقته که دختر منو میشناسین؟ یه سال میشه نه؟ یه سال؟ خوبه والا. نه خیر، فکر میکنم خیلی کمتره. اوه، تازه یه سال هم بیشتره. چطوره بری چایی بیاری؟ چایی دوست نداره، بیسکی میخوره. اجازه بدین من برم بیارم. شما بشینی، برو چهار تا استکان چایی بری زرد بیار. جناب علی، نمیدونم میدونین یا نه، ما در مورد بیتا خیلی سختگیری میکنیم. خب هرچی باشه، ما که از اون خانواده های بی بندوبار نیستیم.
بله البته. بیتا خیلی ساده است. من سن و سال اون بودم دو تا بچه داشتم. شما معذرت میخوام، کجا مشغولی؟ من والا چیز مینویسم، روزنامه نگارم. با من فکر کردم شاید مهندسی. نه خیر. با فامیلتون زندگی میکنی؟ نه خیر، خانواده من در نایین زندگی میکنن. من تنهام. خونه شخصی داری؟ نه خیر. ایوا، مگه به مرد مجردم خونه کرایه میدن؟ نمیدونم والا. صبر کن، الان میرم پدرمو میارم. کاری به کار پدرت نداشته باش. ایشون کسالت دارن. نه، خیلی هم حالش خوبه. ببخشین، شما در فکر امر خیری؟ والا چه عرض کنم؟ این بابا جونه، اینم درخت خونمون که میگفتم. تو رو خدا نگاه کن، دختره گوش شنوا نداره. راست راستی رفت آوردش. آقا نباید شما از رخت خواب میومدین بیرون، براتون خوب نیست. ببرش تو اتاق دختر، من میبرمش. بیاین بریم، شما نباید میومدین بیرون. بیاین بریم، بیاین بریم تو اون اتاق. بریم، بریم تو اتاق. بیا ببینم جورا، شما نباید می اومدی اونجا. چند دفعه بهت بگم بیرون نیا. خود تو آب رو ریزی کرده دیگه، بخواب. نه خیر، مردی که داره سر این خنگ بدبخت کلا میذاره. سلام، ببین چی خریدم، بستنی اکبر مشتی. خوب بود اول تلفن میکردی. من خیلی کار دارم، باید برم. پس من چی؟ نه عزیزم، نمیتونم، الان ساعت 4:30. من 5 باید یه جایی باشم. اوه، حالا کوتا 5. پس این بستنی ها چی؟ آب میشن. خیلی خب، پس همینجا میخوریمشون. وا، میبینی دختر جون؟ چی کار میکنی اینجا که نمیشه؟ خب پس بریم بالا بخوریم. فقط 5 دقیقه، به اندازه بستنی خوردن. خیلی خوب، پس تونتونم بخوریم. خیلی خوب، باشی. آدم خوبیه. چی کار میکنی؟
چرا ماتت برده؟ هیچ وقت هیچ کس اینقدر که من تو رو دوست دارم یه کسی رو دوست داشتی؟ همیشه یه دیگر رو دوست داشتم، یه دم هیچ وقت دوست نداشتم. نه نه، محاله، اصلا محاله کسی اینقدر یه نفر رو دوست داشته باشه. خدا مستت میگم، تو اون فیلم یه نهنگ بود که همه چی رو میخورد، تو شکمش مثل یه خونه بود. خوبه خوبه، خب شدم تو رو میخوردم که همیشه پیشم باشی. هیچ میدونی هستن آدمایی که دلشون به اندازه دل یه موشه هیچی توش جا نمیشه؟ این دیگه کیه؟ من میرم در اون آه نه 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 نه، تو برو تو تخواب، زود باش زود باش. دیدی بالاخره مهمون برام رسید، حالا دیگه حتما دیرم میشه. چه عالی، الان لباسم رو میپوشم و میام. از جد تکون نمیخواد. چرا؟ تشریف داشتین آقای سینا؟ آه خب چیه؟ عذر میخوام دیر در باز. سلام. آه سلام آقای دکتر. سلام. سلام سلام، خیلی خوش اومدین، بفرمین. یه خبر بهم دادن که بذارم. گفتن که تو با چپش موافقی، اومدم خودتو ببینم که مطمئن بشم. خواهش میکنم. بله بله موافقم. آخه این خبر به قسمت اقتصادی روزنامه چه ارتباطی داره؟ چطور ارتباط نداره؟ مگه کار فیلم تجارت نیست؟ به هر حال چاپ این خبر دچار درد سرت میکنه. از فرداست که یارو مرتب بیاد گله و شکایت و هی آدم بفرسته سراغت که خبر رو تکذیب بکنی. مهم نیست، ما یه وظیفه در برابر مردم داریم که انجام میدیم. گاهی هم همین انجام وظیفه باعث درد سر میشه، ولی گفتم مهم نیست، ما کار خودمون رو میکنیم. تو این 5 سالی که من کوروش رو میشناسم یه ذره هم فرق نکرده، همون قدی همیشگیشو داره. همین قدی هم بیشتر به ضررش تموم شده. کوروش اهل مصالحه نیست، حد وسط هم سرش نمیشه. سلام، ببخشین دیر کردم. کوروش نگفته بودی امروز عصر مهمون داری؟ معرفی میکنم به. خواهش میکنم بفرمایید، راحت باشین. بفرمایید. کروشون نمیبینم پذیرایی کرده باشی. یه چایی، شربتی، چیزی؟ بستنیارم که قایم کردی. خونه داری صفره. راستی چند دقیقه پیش به تلفن کردم نبودی. ده به خانم بود تلفن میکردی؟ خب باز خوب خودشون اومدم. خب چی میخورین؟ تو بشین من میرم میارم. شما چی میدونین آشپزخونه ما کجاست؟ عزیزم خودت برو. من اسمتون رو متوجه نشدم، مثل اینکه کوروش یادش رفت معرفی کنه. پری سین. پری سین؟ اسم واقعی پری شینه، ولی کوروش دوست داره بگه پری سین. شما با کوروش دوستین؟ دوست و همکار. همکار؟ چطوری همکار؟ تو روزنامه باش کار میکنم. ها، اتفاقا به منم خیلی اصرار میکنه بیام باهاش کار کنم، ولی من وقت ندارم. کار شما چیه؟ مطالعه، یعنی مطالعه و تحقیق. چیز نوشتم، فعلا دارم یه کتاب مینویسم. میدونین درباره نظام تولید. آخه نظام تولید خیلی مهمه. تو که ویسکی رو با آب نمیخوری؟ نه فقط یخ. شما چی؟ منم همینطور. من آب با یخ. متشکرم. مرسی. خیلی متشکرم. لیوان پریسین خانم یادت رفت؟ کی؟ راستش خودم میل ندارم. قبل از اومدن شما یه عالمه با کوروش خوردم. کتابت در چه حاله؟ تموم شد؟ نزدیکی، همش داره رو اون کار میکنه. نه تموم نشده،
اشکال کار یه نویسنده امروزی اینه که حادثه ها، واقعیت های روز، سلیقه های روز همه خیلی سریعتر از اون حرکت میکنن و همیشه از اون جلوتر هم. و تو نمیتونی بهشون برسی. نمیدونم فعلا که شدم یه آدم عاطل و باطل. صفحات هم عاطل و باطل شدن، نگاه کن همشون پر از خاکم. حیفه. کجا حیفه؟ اینا فقط گوش آدم رو میبرن. من یه آدم صفحه اینجا آورده بودم، بذاریم پیداشون کنم. کوشن کجا گذاشته بودم؟ نکن خانمون کاغذ رو به هم نریز. اینهاش. خب دیگه بهتر زحمت کم بود. ایوا کجا به این زودی؟ ما همیشه تنها هستیم. از خدا میخواییم گاهی وقتا چند تا مهمون داشته باشیم. دیگه باید بریم خیلی. دیر شده. لاغل میمونین این صفحه تموم میشه. باشه یه روزه دیگه. خوش اومدی. خدا سلیقه رو خیلی هم خوب دستت اومده. خیلی خواب پاتو نست نکنم. خدافظ. خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم. خدافظ. خدافظ. کروشم خدافظ. به قربانت. واقعا که خیلی بی‌عقل و بی‌مزه‌ای. مگه چیکار کردم؟ بس چه کار دیگه می‌خواستی بکنیم؟ حرف بدی زدم. درست عین یه دلغک. پریسین خانم. خب پریسین یا بیتا برای اونا چه فرقی داره؟ مگه من نگفتم تو همون اتاق بمون؟ برای چی؟ من دوست ندارم قایم بشم. تازه مگه آدم زن خودشو از مردم قایم میکنه؟ کی گفت تو زن منی؟ خب الان نه، ولی بالاخره که آره. من خیال ازدواج ندارم. یعنی از من بدت میاد، درسته؟ گوش کن بیتا، حساب عشق از ازدواج جداست. حساب عشق از 1,000,000 چیز دیگه جداست. من دلم میخواد همیشه پلوی تو باشم. آدم نمیتونه همیشه دنبال دلش بره. زندگی مسئله یه انتخابه. خب منو انتخاب کن. با اون خانومه دوسته، دوست و همکار، منو تو اتاق قایم میکنه، میگه تو خنگی. چیزی به نظرم اومد. ببخشین آقای سینا هستن؟ آخه بابا کی جلسهشون تموم میشه؟ نمیشه بهشون بگین یه کار مهم دارم؟ به قرآن خیلی مهمه. کاراتو بکن بعد بریم خونه سیما. من نمیام. منو هرس نده، بگو چشم. نمیتونم راه برم، زنبور کفی بامو زده. ببین چه بیا اینو به دلی آقا سپردم، در منتظره. علی آقا
بابنده ای؟ یه دقیقه بیا یه کار کوچولو بکنم. بازم آشکال داره اینجا؟ راحت این ها آب خوردن. یه تلفن بزن بگی بشین اینجا. آخه خانم من چی کار بلدم؟ جواب داد بگو آقای سینا تشریف دارن؟ آقا نیست خانمه. بپرس آقای سینا هستن؟ آقای سینا هستن؟ بنده علاقه سپر. نه بگو آقای سقط الاسلامی. نه آقای سقط الاسلامی بنده علاقه سپرم. بدش ببینم. علی آقا اینجا چی کار میکنی؟ داشت تلفن میکرد به کارگزینی. کارگزینی شهرداری دیگه. آقای سقط الاسلامی رئیسش. خب علی آقا تلفن تو که کردی؟ بله. خب خدافظ. بله. الو؟ بله. بده با من کار دارم. سیما تویی؟ مامان سلام جونم. میای یا نه؟ آره ما داریم میای. عینکم تو بیارم؟ نه من که ندیدم. صبر کن. سیما عینکش اونجا جا گذاشته. تو ندیدی؟ نه. آقای سینا تشریف دارن؟ بله، سرکار. خودشون میدونن، قرار ملاقات داریم. اجازه بدین. آقا، خانم، خودشان با اجازه آمدن تو. خیلی خوب، مرسی. فروس بی وقت. تو به کارت ادامه بده. البته منم وقت زیادی ندارم. من یه مقاله جالب نوشتم. به قورا خودم نوشتم. بیا تو. سلام پریسین خانم، حال شما چطوره؟ حال من خیلی هم خوبه. خب تمام شد، عالیه. قبل از چاپ اول بهش یه نگاه بنداز. خیلی خوب. مال منم تمومه. خانم دوست و همکاره؟ اسم اون خانم منیجاست. دست نزن جانم، به هم نریز. اینجا که جای تو نیست. برو بشیم از به کارم برسم. من فقط میخوام کمک کنم. پس یه ذره از مقالتو بخون. به درد تو نمیخوره. هی به من میگی خنگ. من کی به تو گفتم خنگ؟ نمیگی، اما فکرشو که میکنی. اگه فکرشو نمی کنی یه ذرهشو بخون. تهشو بخون. خیلی خوب، پس برو بشین سر جات. واضح هست که شرایط خاص و امکانات منابع معدنی، کشاورزی و آبیاری و همچنین تعداد تراکم جمعیت هر کشور حدود و ماهیت رشد صنعتی آن کشور را معین می کند. آخش یادش بخیر. یاد چی بخیر؟ یاد گچ سر. تو گفتی ماهیت، یاد ماهی افتادم. یادت میاد اول تابستون یه روز رفتیم گچ سر ماهی خوردیم؟ بسه.
بسه پاشو برو بذار بکنم برسم. یه دفعه دیگه هم بریم همین امروز. تو رو خدا یادتی چقدر خوش گذشت؟ نه جانم خول شدی؟ اینطوری خوب نیست. اینطوری؟ مثل اونا که با هم قهرن خوبه؟ هر کار یه موقعی داره. دوست داشتن موقع داره؟ مگه برنامه تلویزیونه؟ تازه برنامه تلویزیونم که موقع نداره. میذاری من برونم؟ نه جانم نه. اون روز دادی برونم یادت نیست؟ نگاه کن جاده چقدر شلوغه. کجا شلوغه؟ اصلا چیزی که نیست ماشین. پس اینا چی هم؟ کو؟ اوف ای وای به کلی یادم رفته بود. امشب باید به یه نفر شام بخورم. من میخوام برونم. معذرت میخوام بیتا باید برگردیم. من میرونم تا سر اون پیچ. به شرط اینکه برگردیم. خب نگردار دیگه، نگردار. یه دفعه کلاج رو بل نکن، سرت بزن. آخه کلاج خودش یه مرتبه بل شد. پا تو یواش یواش بیاد برم. آها آها خوبه خوبه. خب دیگه دنده رو عوض کن، بذار دنده دو. دو؟ اون چرا زد؟ تو هم برای چرا بزن؟ اون که برف پاک کنه. حواستو جمع کن. جلو تو نگاه کن. نمیخوام موازه باش، هر دارم نکشن میدی. این زنا دیگه چی میگن پشت فرمون؟ جونشونه انگار از سر راه پیدا کردم. زنه که چیزیش نیست، مرده بیهوشه. بیارش بیرون. کوروش بذاریم ببینم چی شده. کوروش خانوم ول کن، باید برسونم اسم بیمارستانی جایی. کوروش من خدایی خدایی. پا نشو، بگو چی میخوای. اگه تو بخوای میتونم برم یه جا که هیچ کس پیدام نکنه. یه تلفن بزن دانش کرده بگو چی شده. امروز نمیتونم برم سر درس. اصلا اگه تو بخوای میتونم خودم رو بکشم. یه سریم برو روزنامه صفحه بندی رو نگاه کن. منم میتونم این کارا رو بکنم. خیلی خوب، تلفن دانشکده رو تو بزن. با خدا تقصیر من نبود. اون کامیونه خودت که دیدی، یارو شوفره اصلا رانندگی بلد نبود. تازه تقصیر خودته که ولش کردی، میباز خسارت هم بدی. خیلی خوب کاریست که شده، باز جای شکرش باقی. آره به خدا میبینی باز جای شکرش باقی. اگه مرده بودی چی؟ خب منم پام شکسته، پس چرا اخم نمی کنم؟ میتونی بیتا رو برسونی خونهش؟ البته من باید همینجا بمونم، ممکنه پام شکسته باشه. حالا من بده ممکنه ایبای دیگه هم کرده باشم. بیا بریم عزیزم، کوروش باید بخوابه، تو هم باید بری خونه استراحت بکنی. من که نمیخواستم اینطوری بشه. عیب نداره، مهم نیست. بازم دوستم داری؟
برو خونه، خواهش میکنم. میخوای باهاش چیکار کنی؟ جداشم. از کدوم طرف؟ فرقی نداره. مادر جریان تصادف رو فهمی؟ آره. چی گفت؟ کتکم زد. ناراحت نباش، درست میشه. چی درست میشه؟ مگه یه چیزی خرابه؟ مقصودم زندگی به طور کلی. زندگی خیلی هم عالیه. تو یه دختر خیلی جوون و خیلی خوشگل هستی. حالا تا یه چیزی میشه فکر میکنی دنیا به آخر رسیده. ولی دنیا به این آسونیا به آخر نمیرسه. نمیرسه که نمیرسه. کوروش تو رو خب البته دوست داره، ولی اهل ازدواج و مسئولیت و این حرفا نیست. نیست که نیست. اون تو زندگی هدفهای مشخصی داره. نمیخواد پابند زن و بچه بشه. همه آدم ها که مثل هم نیستن، بعضی هاشون چیزهای دیگه میخوان. میخوان که میخوان. تو که تالا فهمیدی کوروش چی میخوان. آره، منو میخواد. نه عزیزم، سعی کن بعضیشو بفهمی. منو دوست خودت بدون. میخوام بهت کمک کنم. اتفاقا منم دیگه کوروشو دوست ندارم، منتها یه اشکالی پیش اومدی. چی شده؟ یه اشکالی پیش اومده. چی؟ من آب سرم. واقعا؟ واقعا نداره. اینو هاش. کوروش میدونه؟ بله. چجورم؟ سلام. سلام. حالت که خوب شده؟ دیدی هیچی دبوز زود خوب شدی؟ آره میدونم. بیا، اینو برای تو آوردم. این دیگه چیه؟ یکی از کبوترهای پدرم، داده به تو. اسمشو گذاشتیم سوفیا لورن. این دروغه شاختار چی بود که برای این منیجه سرهم کردی؟ عوضش ببین بازم چی برات آوردم. بیا گوش کن بیتا، میخواستم یه چیزی بهت بگم. چه عجب، اون خانم دوست و همکار اینجا نیست. ما باید از هم جدا شیم همین امروز. بیو 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 بیو. دارم باید حرف میزنم. بگو میشنوم. نه، میخوام خیلی خوب بشنوی. میخوام گوشاتو خوب باز کنی، میفهمی؟ بین ما همه چی تموم شده، متوجهی؟ شاید فکر کنی که من یه آدم بد و خودخواه هستم، ولی باور کنیم به نفعته. من کی گفتم تو بدی؟ به قرآن نگفتم. من همیشه دوست دارم. اگه تو بخوای میتونی خیلی زود منو فراموش کنی. ولی من نمیخوام. ولی من میخوام تا مجبوری قبول کنی. من هر روز میام پیشت. متاسفم، من همین امروز فردا دارم میرم مسافرت. مدتشم نسبتاً طولانیه. منم باهات میام. تا وقتی برگردم همه چی یادت رفته. من خودم روشم. خیال میکنی. برای بیچاره، برای که پدر جونم ایفه نکن تو رو خدا. پس تو فهمیدی که کوروش دیگه دوستم نداره؟ خیلی خب دیگه بسته پدر جون. بیا پرا رو جمع کنی. بیا پرا رو جمع کنی.
نه فایده نداره، بحث نکنید. شما نظر من خواستید، منم بهتون گفتم. دیگه هم تلفن لازم نداره، شما حرف آخر منو شنیدین. بله، خدافظ. سلام. مثل اینکه ما با هم یه قراری گذاشته بودیم. چه قراری؟ که تو دیگه از بستنی خریدن و آجیل آوردن دست برداری. دیوونه، این دیگه چیه؟ وایسا. میترسی نه؟ نترس، منم پای سر تو میام. اینجوری بازم ما هم هستیم. مگه نمیشه زنده باشیم و با هم باشیم؟ پس وقتی گفتی با هم نباشیم دروغ گفتی؟ آی اینطوری که نمیشه حرف زد. وایسا. نه خواهش میکنم، آخه اگه بمیریم که دیگه نمیتونیم با هم باشیم. پس دروغ میگفتی؟ آره. پس دوستم داری؟ آره. اون افتی رو بردار قایم کن، ممکنه یکی بیاد ببینه. اینو میگی؟ تو به این میگی هفتی؟ این نه فشنگ داری نه ماشه، همه شام زنگ داری خورد و خاکی شیره. سلام بیتا جون. چرا کفترهای با پخش و پلان؟ بیتا جون میگم چطوره منو تو بریم یه گشتی بزنیم؟ گشت بزنیم؟ مقصودم اینه که بریم یه گپی بزنیم. گپ بزنیم؟ بیتا جون یه دقیقه سر کن. شما یه چیزتون میشه؟ جدول حل نکردین؟ بود. ما یهو بهش میگیم
سلام. سلام. چرا داری میای تو جونم؟ شما چتونه؟ تا حالا دعوا بود که چرا میری بیرون؟ حالا دعواست که چرا میای تو؟ ماما بذار من باهاش حرف میزنم. اگه فکر میکنی عینک تو من برداشتم بی خودی فکر میکنی یا؟ بیتو جون بیا همه بریم خونه سیما. که چی بشه؟ یه دفعه هم شده بگو چشم. مگه خیال ندارین کفترهای بابا رو جمع کنی؟ بیتو جون عزیز مادر بیتا جون فکر کن رفته سفر. خب اینم یه جور سفره، دروغ میگه. عوضش راحت شد، اون که زندگی نداشت راحت شد. در باره مقام شامخ پدر سخن بسیار رفته و خواهد رفت، مقالات بسیار تحریر شده و کتب و رسالات متعدده به زیور طبع آراسته گردیده و خواهد گردید. چند مادر را سهمی است به سزا در پرورش سلولهای مغز و گوشت و استخوان آدمی که همانا قوای جسمانی باشد. پدر را هم سهمی است به سزا در پرورش منش و اخلاق و صفت انسانی که همانا قوای عقلانی و نیروی روحانی باشد. لازم به تذکر نیست، تمام سروران معظم و بانوان مکرمه خود می دانند که اگر سایه پر مهر و محبت پدر بر بالای خانه نباشد، زندگی ماشینی و بیرحم امروز در حکم نیمروز برهوتی سوزان را خواهد داشت که صد البته تحملش صبر عیوب می خواهد و طاقت یعقوب. علل خصوص پدری به عطوفت و مهربانی، به دررحمی و انسانی، به خوشقولی و نیک پیمانی، به صفا و معرفت، به رأفت و معدلت، به بصیرت و ذکاوت و به پاکی و نیت مرحوم مغفور آقای میرزا ابوالحسن خان مظهری فر که وصف اخلاق حمیده ایشان بر لسان مردمان جاری و ساری است. اما به حکم فرمان الهی که سپهر گردون و گیتی بوغلمون به نظام آن قوام و دوام دارند و حیات و ممات مرغ هوا و ماهی دریا بدون بازبسته است و به مصداق آیه شریفه کل نفس ذائقه الموت، جسم خاکی را در جهان فانی بگذاشت و مرغ روحش پر به سرای باقی برداشت که اینا لله و اینا الیه راجعون. او اکنون رفته است در جنت، در زیر سایه درختان و کنار انهار روان آرمیده است. رحمت خدا بر او باد و خوشا به سعادتش. دست دعا به سوی خدا برداریم که ما نیز به این فیض عظیم نائل شویم و در کنار محبوبانش جای داشته باشیم. Cut it!
خانم واسه شفا کرده بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلنا فی لیلت القدر لیلت القدر و خیر من الف شهر تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر.
فقط چی که دوستم بایده خانه رو این با یه قیقه چیکار میکنه؟ آره یه قدم میاد تو قیقه، سه قدم میره تو قیقه. گمونم از دم عرق فروشی رفت میشده به شتک شده. نه جونه تو، این لوله لوله باطل عرق خورده. بچه بریم دنباله، شاید شانس اقبال یاری کنم، شاید چهار کمه تو قره کشی برنده رو رسی. نه نه اونجور میانه بینه. بیمشی نگاه جون جون علی، محل دیگه به جنگ کشیده شده. هر شب این لاتی لوتی ها اینجا جمع میشن و بساط قمار رو شیر یاسن. خانوم اید به سبزه نیست آراستش. این که دیگه خنده کن بیاد رو مده نم کن. امیری تو تاس بگیری، در عالم رفاقت این کارو نامردیه. نمیشم از چه برای که یاد چوشی. به 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 چه پیچ و تابی میخوره وسط درختو. هنوز تو مایه قیقه آجه. آره هنوز یه قدم میره تو قیقه، دو قدم میره تو قیقه. امروزه یا به این میگن رقص توریست. آره آره من تو روزم با خونده بودم هم چیزی رو بیا کنم. بچه بریم جلو، این چه خبره؟ بریم جلو، بریم جلو بینیم. بیا این دیگه بابا. نخوره زمین تفلکی. اوخه نه با حالش خوبی. خانم جون خیلی خیلی ازتون منظرت میخوام. اینجا خونه کیو میخوایم؟ من همه جا رو بلدیم. ما میبریم در خونهش. آره بابا اونجا چه خبره؟ چی عباس آقا، میگم چطور بریم خونه ما؟ بهت آب نارنج بیام که حال کاملا جا بشه. اگرم خونه کسی رو نمیخواید پاشی بریم خونه ما. سلام علیکم عباس آقا. چیه؟ چی شده؟ چی هرچی زیاده رفتی بالا داره میاره پایین. لا اله الا الله حاشاب جی، عجب زمونه شده. عباس آقا خیلی ببخشینا، میخواستیم ببریم خونه هم حالشو جا بیاریم. حضوری نکن. خیلی هم ممنون. اما تو وایستانی تماشا، مگه شما آدم نیستی؟ خب یک تو بره یه تاکسی خبر کنه بنده خدا رو ببره خونهش. رو تشت جهرمو بشین آبجی، ناراحت نباش. عجب زمونه شده. خانم جون چته؟ حالت خوبه؟ خانم جون آدرس خونتو داری؟ نکن خانم جون، بده بده گریه نکن. عباس آقا، عباس آقا رفتن یه تاسی از سر خمون گرفتم آوردم. خانم جون حتم داری که آدرس خونت یادت هست؟ کوروش ایران نیست، رفته سفر. دروغ میگی. نه عزیزم، خودش که بهت گفته بود تا یکی دو ماه دیگه هم بر نمیگرده. همه میرن سفر، همه از اینجا میرن. همش از نخوردنه، لب به غذا نمیزنه. بیا عزیزم، بیا جانم، اجازه بدین خودش میخوره، من بهش میدم. چرا شما زحمت بکشین؟ اختیار دارین. والا بیتا با من که مادرش هستم حرفاشو نمیزنه، اصلا نمیگه با کی آشناست با کی نیست. بهت که گفتم من اینجا خانم معلم دبیرستان ما بودم. مگه من حرفی زدم؟ سود از کوره در میره. تو دیگه زیادی سخت میگیری. تو هیچ وقت کسی رو دوست داشتی؟ خدا میدونه چند نفر رو. چند نفر رو؟ یادم نیست، چون بعدش همه رو فراموش کردم. ها، پس دوستشون نداشتی. وقتی بزرگتر شدی میفهمی که فراموش کردن جز به دوست داشتنه. بفرمید. متشکرم. پاشو از این رخت خواب بیا بیرون، یه خورده راه برو. اگه اجازه بدین من ببرمش بیرون هواخوری. قربون شما، ولی الان دو سه تا مهمون میان، خونه باشه بهتره. خب من دیگه باید برم. اگه من خدا بودم یه کاری میکردم که هیچ وقت هیچی تکون نخوره. بازم میام دیدنت. خدافز. خدافز خانم. تشریف بردین. قربون شما. پاشو معطل نکن، یارو الان سر کلش پیدا میشه. من نمیخوام کسی رو ببینم. بالاخره من از دست تو طرف میشم. هر مادری دیگه ای دخترش نصف شب مست لایعقل میومد خونه میزد خودشو میکشت. بازم خوبه که خدا به من صبر ایوب داده. پاشو بینم.
برو یه دستی به سر و صورتت بکش، اینطوری شوهر که سهل ازرائیل هم در میره. برو عزیزم، برو اون لباس حریرتو بپوش، چشاتم یک کمی بکش. بودو جونم، بودو قربون قدرت برم. تو خونهشو دیدی؟ آره، فقط یه دفعه، خیلی بزرگه. اینم شوهر بدم بره، خیالم راحت شه. زود باش اومد. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. سلام علیکم خانم. سلام آقای بابایی، خجالتمون دادید. جدن چه گلای قشنگ، یادم خیال میکنه مصنوعی هست. خیال دارین، قابلی نداره. محمود جون بذارشون دم راپله ها، یک کمی هم آبشون بده. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. چشم. بازیزه. خواهش میکنم. بنده البته باید تسلیت عرض کنم، در وضع ناگوار شما ادب نبود گل بیارم، ولی خب دست خالیم که نمیشد، خوشیم نبود. بیتا الان میاد، یه کمی خجالتی و گوشه گیره. ببین چرا نمیاد، شاید نمیدونی. خیلی خوب. والا اگه ایشون هم محاسن شما رو داشته باشن که دیگه سعادت بزرگی نصیب بنده شده. لطف دارین، اتفاقا بین من و محمود هم همیشه ذکر خیرتونه. مرسی. سیما بیا بالا. معذرت خواهم. من به قسمت خیلی معتقدم، واقعا فکر میکنم که سرنوشت آدم کف دستش نوشته شده. بله. سیگار میکشی؟ متشکرم. مامان، بیا، معذرت میخوام. میوه میده، فرمایید. بله، چشم. باعث زحمتتون شدم. میخوام تنها موندین، چیزی لازم دارین؟ معذرت میخوام، نمکتون. ای وای، الان میارم، باید ببخشین. بفرمید. متشکرم. نه نه، با شما کاری ندارم. دختر یه دیوونه یه بیشور. منو بگو که پلو یارو از موهای قشنگش تعریف کرده بودم، حالا با خودش فکر میکنه که سیما دیوونه است. این که رو سرش وای نمیسه، واسهش گنده است. خوبه یه چارقد سرش کنیم. بابا دقیق کارای تو رو کرد، حالا نوبت منه. Evet.
ایوا بفرمایید. بفرمایید طور خدا چرا وایسادین؟ وکالت دارم شما را به عقد ازدواج دائمی آقای یدالله بابایی در بیاورم. وکالت دارم خانم، این دفعه سوم است. سیما جون تلفن. بگو نیستن. بله. بیتا جون تبریک میگم. اقلا در واکن بیام تو باید حرف بزنم. کاریت ندارم. من که بهت قول دادم این بچه بازی ها رو در نیار. بیا اقلا تو تخت خوابت بخواب. تو آخه اون تو که جای خوابیدن نیست. خانم یه فنجون چایی میل دارین براتون بیارم؟ خب الان تقریبا یه ساعت از ظهر گذشت. آقا دیگه باز پیداشون بشه. مشت ابراهی؟ بله. کیه؟ منم. خانم این وقت شب اینجا آمدین چی کار؟ خوابم نمیاد تنها. وقت خواب باز خوابید خانم جون. حالا چرا آمدین اینجا؟ میخوام همینجا بخوابم. خانم این چه حرفیه میزنین؟ اینجا اتاق نوکر خونه است. تو رو به خدا برین. الان آقا پامیشه مکافات داریم. اینو در اصطلاح اقتصادی به رشد کارآور میگن که البته خطری است. خوشبختانه ما متوجه هستیم از اون اعتراض. البته هموطنان عزیز مقیم خارج از کشور توجه دارن که ایشون پیشرفت‌های اقتصادی ایران رو به بهترین وجه در کنفرانس توضیح دادن و برای پیشرفت اقتصاد کشورهای در حال رشد پیشنهادهای تصمیم کنفرانس کردن که سخت مورد استقبال قرار گرفت. خب فرمودید از آسیا دیگه چه کشورهایی شرکت داشتن؟ از آسیا به جز ایران و ژاپن کره هم شرکت داشت. البته کره جنوبی دیگه. بله. خلاصه میتونم بگم که این کنفرانس از نظر آینده اقتصادی کشورهای به اصطلاح دنیای سوم اهمیت داشت و من شخصا از اینکه تونستم در این کنفرانس شرکت کنم و به خصوص با مقصای اقتصادی ژاپن آشنا بشم خیلی خوشحالم. آقای کوروش سیرا از توضیحاتتون اطلاعات. ببخشین آقا، من با آقای سینا یه کار خیلی فوری دارم.
شماره تلفن منزلشون رو میخواستم. شماره تلفن آقای سینا گوش خدمتون باشه. بله بله گوشی دستمه. گوشی دستونه؟ بله بله. یاد داشت کنید 890 567. خیلی ممنون. این شماره تلفن منزلشونه. منتها اگر کارتون خیلی فاریه ایشون الان تو چاپونه. همین الان بگیم به قرآن. خیلی باید خوشتر کنم. انشالله که خوشتر کنم. این وقت شما بود که تو بیا درست 76 رو این وقت شب چرا اومدی اینجا؟ شوهرت میرسی دلم برای تنگ شده. 76 روز دلم تنگ شده بود. آی سینا چیه؟ فرموش مد بیرم؟ بفرموش خودتون رو بیرم. باید برگردی خونه. میخوای دیگه میرفتار برسونی تو؟ من میخوام پیش تو باشم. تو باید برگردی خونه پیش شوهرت. او خوابه. مهم نیست شوهرته. من دوستش ندارم. در هر حال جای تو پیش اونه. خوش من یه روز نمیدونم این وقت تو من دوست داشت. من میخوام پیش تو باشم. یه میشه وای میخوام فقط همین به قرآن همین. خدا حافظ کشم. من هیچی نمیخوام. فقط باید نیستم یه گوشه. از این در که رفتی بیرون به خودت بگو من یه زن شوهر دارم و آدمی به اسم کوروش سینا را نمیشناسم. سبینا اینجا چی کار داری؟ اینجا قدقنه دستو جاب سروانه. را بیافت بریم. کجا؟ جاب سروان گفتن جمعتون کنیم. Hmm.
تو مال کدوم خیابونی؟ چی؟ خانم شما بفرمایید این جلو. شما یا سر با سر پیش گرفتیم شما پرمونده. خیلی خوب، خیلی خوب. اسمتون چیه؟ ایتا. فامیل؟ من سریفر. این وقت شب تو خیابون چی کار میکردی؟ نمیدونم. فکر میکنم اشتباه شده خانم، ولی آخه این وقت شب تو خیابون صلاح نیست. سوار میشی؟